دکتر ایرج ناصریان، وکیل رسمی امور مهاجرت در ایالت کالیفرنیا، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های BIA در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبانان در سراسر جهان. در دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان، امور مربوط به اخذ ویزاهای کار، دانشجویی، اقامت دائم و گرین کارت، تبعیت و همه موارد قانونی مهاجرت به ویژه جلوگیری از اخراج موکلین با دقت پیگیری و تا گرفتن نتیجه مطلوب انجام می شود. برای انجام کارهای مهاجرتی خود با اطمینان با دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان تماس بگیرید. تلفن‌های تماس 855-947-7900 و یا 310-337-7900 و یا ارتباط از طریق وبسایت www.lyingcal.com. بینندگان عزیز در خارج دنیا که هستین، امیدوارم که سلامت باشین و روزی بشه که همه ما بتونیم در یک مملکت آزادی در ایران با هم دیگه زندگی بکنیم. این صحبتی که من امروز کردم، این شروع برای خاطر این بود که دو سه روزی دیگه اینجا میشه 4 جولای و روز استقلال آمریکا. استقلال آمریکا از دست کسانی که با آمریکا حکومت میکردن قبل از 4 جولای، و امیدوارم که یه روزی نه 4 جولای فقط، زودتر از اون سال آینده بتونیم همه استقلال ایران را از دست یه دهی که ایرانی نیستن و به اون ملت تحمیل شدن، مردم وطن پرست دست خودش، ایران دوست و ایران پرست و جمله افرادی که در اون مملکت زندگی میکنن، از هر نژاد، از هر قبیله، از هر مذهب، از هر رنگی، از هر به عنوان یک انسان بتونن مملکت خودشون دست خودشون بگیرن و حکومت خودشون رو خودشون تعیین کنن، نه اینکه بیان در کنفرانس های مختلف 4-5 مملکت بشینن بگن که ایران باید دست کیه داره بشه، یک اسمشو بذارن، نمیدونم به هر چیزی. امیدوارم که روزی همه بتونیم مهاجرانه در مملکت زندگی کنیم و این سیل مهاجرت از ایران به خارج، چه میخواد که آدم های تحصیل کرده باشه که زیاد هستن، قطع بشه. یه روزی ما اینجا که مدرسه میرفتیم میگفتیم خدا کنه که زودتر مدرسه تموم بشه بریم ایران. الان به نظر میرسی همه آرزو میکنن که زود مدرسه رو دانشگاه رو تموم بکنن و یک حرفه بگیرن و بهترینشون رو ممالک غرب، علاوه بر اینکه سرمایه زیرزمینی اون مملکت دارن میبرن، سرمایه روی زمین هم که همین افراد برگزیده مملکت هستن اونم از دستشون میگیرن. به عنوان نمونه نگاه کنیم ببینید چندین هزار نفر به کانادا رفتن، چند هزار نفر به آمریکا رفتن و جمعیت در حدود 8 میلیون از مملکت فرار کردن. بذاریم که رو دیگه خاموشش بکنم. به هر صورت خدا کنه که این امیگریشن برعکس بشه، همه برگردیم به مملکت خودمون. این برنامه رو من سال هاست که شروعش کردم. اولین هدف برای این بودش که برای اون کسانی که اولین باری که این برنامه رو نگاه میکنن، هدف برای این بودش که اطلاعاتی که مردم سر میز شام در مورد مهاجرت یا در مورد هر چی دیگه میدن بدون اینکه اطلاعی درش داشته باشن، یا ممکنه که اطلاعی داشته باشن در مورد کیس خودشون، به طور جنرال بیان اینو تجویز کنن به کسان دیگه.
یا پیشنهاد کنن یا ادوایس بکنن به کسان دیگه. من بارها فکر کردم که مثلا شما اگر که بارها برای من تلفن شده کسانی که میگن که مثلا بگم یک کیس به خصوصش این بودش که خانمی تلفن کرد به من از همین اورنج کانتی که من سیتیزن شدم و میخوام برای دخترم تقاضا بکنم. خب من طبق معمول دیتیل رو خواستم بگیرم که صورت مسئله رو بفهمم. گفتم خب خانم شما این فرزندتون که در ایران هستش یا در هر جای دیگه هستش چند سالشونه؟ بعدن صحبت کردم گفتم مجرده یا متأهل؟ گفتم مجرده. گفتم شما که گرین کارتو گرفته بودی اگر واقعا تون خواهی فرزندت پلو خودت باشه و اگر دخترت هم میخواد واقعا بیاد در این مملکت پلوی شما زندگی کنه چرا 5 سال پیش این کارو کردی؟ گفت برای اینکه من از فلان کسی پرسیدم. گفتم پس سب کن سیتیزن بشه تندتر میشه. گفتم خب ببین این بازم از اون ادوایس های غلطیه که شما انجام دادین و دخترتو 5 سال کارشو عقب انداختی. رون حساب برای من اومدم گفتم این برنامه رو درست میکنم. 20 خورده سال پیش که اطلاعاتی که تا اونجا که من میدونم به مردم بدم و اگر یک سوالی هستش که یه نفر میکنه و من جوابشو ندارم و آخرین دستورای دادگاه ها رو یا دستورای ایمیگریشن رو اداره ایمیگریشن رو ندارم میرم بررسی میکنم هفته دیگه بهتون میدم. به عنوان نمونه بخوام بهتون بگم یه 2-3 هفته پیش بود یه نفر گفتش که اگر من بخوام یه نفری که ادالت هستش بالاتر از سن 21 سال ادابتش بکنم چیکار کنم؟ گفتم والا ما همچین قانونی نداریم نمیدونم. گفتم بذار برم کم تحقیق کنم. در زمان بهش گفتم اگر اینکه میخواد ادابت بکنه اگر که آدم ثروتمندی هستش من حاضرم خودم ادابت بشم. و بعد که رفتم نگاه کردم دیدم که کسی هست به نام US versus Hansen. United versus Hansen که یک وکیلی بوده که خب توی هر رشته خوبت زیاده و الحمدلله تو رشته ما اگر در سطح قانون نگاه کنیم جوری شده که سعی میکنن که حداقل ظلم به مردم نشه. یکیش اینه که وکلا که هستن با وجدان و سنسیر با خلوص نیت با مردم نگاه کنن. این شخصی که همسن بوده که دولت آمریکا ازش شکایت کرده این شخص از غیر معلوم وکیل بوده و در حدود چندین صد نفر رو گفته که از راه ادالت راه پس و سیتیزنشیپ جاده به سیتیزنشیپ رو براتون من درست میکنم. در حدود چند میلیون دلار از مردم جمعا پول گرفته و این در دادگاه گفتم همچین چیزی وجود نداره، همچین قانونی وجود نداره. و من الان این جوابم به اون خانمی که چند وقت پیش رو من تلفن کرد یه 2-3 هفته پیش بود که من میدونی که طبق یه 1/2 ساعت بعضی که برنامه شروع میشه تلفن رو باز میذارم و مردم سوال میکنن و سوالا رو جواب میدم. الان هم 20 دقیقه دیگه ما تلفن رو باز میذاریم. به این خانم من جواب دادم من همچین چیزی نمیدونم، ولی چون 100% نمیدونستم گفتم که برم سرچ بکنم و دیدم یه کیسی که در نمیدونم کدوم شهر بوده، فکر کنم نیویورک بوده، مثل اینکه به هر صورت در یک فدرال دادگاه فدرالی که یونایتد استیت ورسس فلان کسه، یعنی دولت آمریکا بر علیه فلان، این حتما به فدرال کورت باید بره. فدرال کورت رفته فدرال کورت گفت همچه خبرهایی نستش، ما همچه قانونی نداریم.
رو نصاب میخواستم بهتون بگم که این جوابیه که من در اون موقع نمیدونستم یعنی به حساب گفتم میرم سرچ میکنم کیس لا پیدا میکنم قانونی که جاج دستور داده رو انجام نه همونجور که میدونین ما در آمریکا چندین نوع قانون داریم و چندین نوع دادگاه داریم یک دادگاهی هستش که خیلی پایین تر هستش مثلا به شکایت چی بگم مثلا رانندگی چی میکنه شما آفیسر میگیرتون بهتون تیکت میده ولی اعتراض دارین میرین توی اون دادگاه که بعضی موقع وکلا رو میگیرن برای اون روز جاج چیز میکنن که یعنی سطح خیلی پایین تریه نه اینکه محترمه ولی سطح از نظر ردیف سطح پایینی بعدن یه نوع دادگاه شهری هستش دادگاه ایالتی هستش و بعد دادگاه فدرال هستش و یه که اینا بر اساس تو چارچوب قانون اساسی آمریکا کار میکنن خب حالا اگر که احیانا کسی مشکلی داشته باشه با یک دولت میره چیکار میکنه میره به فدرال کورت فدرال کورت هم در آمریکا 11 تا فدرال کورت هستش که هر کدومشون یک منطقه رو به حساب حوزه قضاییشونه مثلا کالیفرنیا رو که ما میگیم که 9 سرکت هستش از ایالت واشنگتن اورگان کالیفرنیا هاوایی ایزونا و نوادا رو تقریبا جوریسدیکشن داره یعنی اگر کسی از دادگاه فدرال پایین تر من خودم الان یک کسی دارم که در کالیفرنیا در دادگاه لس آنجلس قسم فدرال کورت به حساب سنترال دیستریکت اف کالیفرنیا در لس آنجلس بوده که ما از دست قاضی از حکمی که این آقای خانم قاضی دادن که بی نهایت محترم هستن و بی نهایت خوب هستن ولی خب ما فکر کردیم که این به طور کلی دیده نشه خب بودیمش به 9 سرکت به کجا دادگاه بالاتر حالا یه چیزی هست استاتوت هستش استاتوت چیه اینایی که قانونگذارها در مجلس این رو به صورت قانون درش میرن اکثرا مثلا بگم یه پاراگراف یا یکی دو سه خطه ولی خب بعدا تعبیراش رو به دست کی میدن به دست جاج هایی که میان کیسای که زیر اون قانون میره بررسی میکنم همین الان مثلا بگم که در مورد ایمیگریشن ریفورم اکت که 20 خورده ای ساله که من باش اطلاع دارم ازش از طرف دوتا حزب آمریکا پشتیبانی شده ولی هیچ به جایی نرسیده تازگی من شنیدم از یکی از نماینده های مجلس که در سنا ایمیگریشن ریفورم اکت رو تصویبش کردن ولی تصویبش کردن هنوز به صورت قانون در نیامده سنا اینو تصویب کرده باید ببرم مجلس که تصویبش کنه میبرم به رئیس جمهور امضا کنه یعنی چی؟ یعنی قانون رو میذارن قانونگذارها گاورمنت رئیس جمهور که قوه مجریه هستش میگه خیلی خوب من این قانون رو اجرا میکنم ولی یه موقع هستش که رئیس جمهور مخالفت داره با اون قانون میتونه وتو بکنه ولی خب اگر که مجلس واقعا جدی باشه اگر که بیاد 67% رأی بده میتونه وتو رئیس جمهور رو اوورانش بکنه خیلی این تا اینجا که صحبت های مال قبل بود حالا یک نفر از ایران به من زنگ زد گفتش که یک ارگانیزیشنی هست در ایران
که اینا رو براشون گرین کارت میگیره از طریق کار. خب یکی من تحقیق کردم، صحبت کردم اینا، گفت در مدت مثلا خیلی زمان کوتاهی. ببینید، به این شخص توضیح داده بوده که من اینقدر باید به اینجا بدم، یعنی خرج دولته، اینقدر باید اینجا بدم، جمع میشه 50,000 دلار. من این گرین کارد از طریق کار چندین بار انجام دادم، همین الان هم یه نفر دیگه انجام میدم، دو سه نفر دارم انجام میدم. ببین، من به تون قول دادم که این خانم به من پای تلفن گفتش که نه، اینکه به من به چند نفر این قول رو داده و به چند نفر داره در حال مذاکره ازش. گفتم من تا اونجا که میتونم این قانون رو براتون میگم چجوری هستش. یک، من یک کورپوریشنی هستم و اینجا یک کمی دنبال کارمنگشتم پیدا نکردم، از طریق دور از وزارت کار اجازه میخوام بگیرم که آقا من گشتم و پیدا نکردم. خب اولین کاری که وزارت کار از شما میخواد اینه که چون کارای بدی قبلا اتفاق افتاده، که مثلا یه گروهی بودن در 15 سال پیش که میبینن یه سری مهندس رو از هندوستان استخدام میکردن مثلا برای 60,000 دلار در سال، بعدا میفروختنشون برای 100,000 دلار در سال به یه شرکتی. گفتم برای این که ما جلوشو بگیریم، میام چیکار میکنیم؟ میگیم تو شرکت بیا به من شرح وظایف اینو به من بده، من حقوق تعیین میکنم. یه موقع 7-8 سال پیش از حکومت آقای اوباما در سطح ایالت بود، مثلا من امروز تلفن میکردم به وزارت کار در سان فرانسیسکو، میگفتم آره من یه همچین جاب اسپسیفیکیشنی دارم، حقوقش چقدره؟ دو روز سه روز بعد به من فکس میزد که حقوق باید اینقدر باشه. الان این تعیین حقوق prevailing wages determination PWD بهش میگن، این در روی دو سمات طول میشه برای اینکه همه رفته واشنگتن. بعد از اینکه این حقوق تعیین کردن، ما باید ثابت کنیم به وزارت کار که ما اینجا کارمند پیدا نکردیم، میخوام از خارج کارمند بیاریم. خب اینو میفرستیم به، میگه آگهی کن دو روزنامه، اگر که احیانا یک کار پروفشنالی نیست دو تا آگهی میکنی، اگر پروفشنال هست سه تا آگهی میکنی که ببینیم اینجا کارمند واقعا پیدا میشه یا نه. خب 30 روز تو روزنامه اینو تبلیغش میکنی. تا الان هیچ خرج دولتی وجود نداره، مگر اینکه خرج وکیلتون باشه، برای اینکه وکیل بالاخره اینم زندگیشه دیگه، باید از این راه اجاره خونه شو بده، باید اجاره آفیس شو بده، بده کارمند شو بده، اونو بشکن لیگال سرویسز. برای لیگال سرویس اصلا هزینه میکنه دولت، چیزی تا الان ازتون چی نمیخواد. بعد از اینکه حقوق تعیین کرد، شما تو آگهی روزنامه بدین، روزنامه یه پولی میخواد، مثلا 1,400-1,500 دلار. 30 روز باید اینو داشته باشین. بعد این 30 روز میگه 30 روز هم صبر کن بعد از این آگهی تا ببینیم کسی مراجعه میکنه یا نه. اگر احیانا کسی مراجعه کرد، که حتما هم میکنن، ممکنه که اینا کوالیفاید نباشن. یکی از این چیز هست که نمیتونی به عنوان زبان بگی یا نشنالی، اصلا اون رو باید بذاری کنار، فقط شغل رو میگی. به هر صورت بعد از 30 روز میان چیکار میکنن؟ میان پیدا میکنن که این چقدر باید حقوق داده بشه. اون حقوق تو آگه تو روز به حساب توی اون حقوقی که دولت تعیین کرده توی اون آگه ای که تو روزنامه میذارین برای 30 روز، 30 روز هم سب میکنی جواب بیاد. اگر جواب اومد و تعداد جواب یک نفر هم اگر پیدا شد که در آمریکا کوالیفاید باشه، شما از خارج نمیتونیم بیارین. تا الان هم برای شما هیچ دولت پول نمیخواد،
فایلینگ فی یا هر چیزی بود. بعدا شما این رو به این یه فرمی فرم میکنین، بازم میسیم به وزارت کار این فرم و لیبر سرتیفیکیشن بشن. تصویب که شد این رو چکار میکنین؟ میفرستیم به اداره مهاجرت. اونجا هستش که برای پروسس USCIS شما باید هزینه بدین، هزینش هم زیاد نیستش. بعدا این میره به کنسولگری و شما در کنسولگری چی میکنین؟ این که صحبت میکنن که دولت این رحم گیره حقیقت نداره. حالا من از این خانم پرسیدم شغلی که این بخواد میاد، میگه تو مکدونالد یه همبرگر فروشی در آمریکا، خیلی هم سر سر آمریکا وجود داره سالهای ساله. اگر فردا صبح آگهی کنن تو روزنامه که ما میخوام یه نفر بیاد اینجا همبرگر درست بکنه، فکر کنید چند نفر جواب میدن؟ من فکر کنم هم 30 روز اول شاید 500 نفر تقاضا بکنن. اگر یه نفر اینا که واجه چره داشت که حتما هست، الان 6 میلیون رو بردن برای همین کارهای سطح پایین در وزر وازی گوشن. برای همینه رون حساب این حرف رو من میخوام کاملا بذاریم کنار، بریم دنبال کارهای دیگه. یه نفر به من تلفن کرده میگه که من تمام کارهای ایمیگریشن برای فلان کسی انجام دادم، بعدا این مشکل و اینجا مشکل، چه کار بکنم؟ گفتم خانم کار شما چیه؟ گفت کار من فکر میکنم گفت کار من کازمتولوژیه، توی آرایشگاه کار میکنم و برای همه فامیلام این کارو کردم. گفتم که من اگر که دندون درد داشته باشم پلو دکتر چشم نمیرم، شما هیچ کدومش نیستی و اومدی یه فرمای پر کردی، شانسی مثلا. ولی اگر من بخوام پرونده رو به شما پیشنهادی بکنم، باید پرونده رو بخونم. برای خوندن اون پرونده خب بالاخره آفیس یک وقتی داره، من موظفم که اون وقتی که پر میکنم به جاش هزینه بگیرم که این هزینه چی بشه، بتونم چراغ رو روشن نگه دارم. رونسا میخوام بهتون بگم که یه کاری میکنی، یا 100% بدونین، یا اگر نمیدونین موقعی که به وکیل تلفن کنین بدونین یه بزنسه. لا خودش یه بزنسه، پزشکی یک بزنسه، مهندسی خودش اینا همه بزنسه که باید به ازای وقتی که اون وکیل میذاره اینو کامپنسیتش بکنیم، هزینش بکنیم. در مورد سپاه میخوام میگم که از ایران چندین نفر در مورد سپاه صحبت کردن. در حال حاضر بخشنامه‌ای که در جولای 2022 صادر شد، بعد سناتورها گفتن این بخشنامه یعنی بخشنامه چی بود؟ گفتن که آقا این جریانی که میگین که مثلا هر کسی که یک اگر که یک نفری رو کنسولگری برای زیر قانون تروریستی گذاشتهش خیلی اوپنه، مثلا این نمونه گذاشتن توی این اول نمونه نشته بودن، همه رو اوپن گوشن. سناتور آمده گفتن آقا این خیلی بنه، اینو اینجور میکنی، اینو چیکار میکنی، اینو چیکار میکنی؟ مثلا برای سپاه در ایران آیا شما میخواین کسانی که در سپاه خدمت کردن به اینا میخواین اجازه ورود بدین؟ USCIS اداره ایمیگریشن جواب داد نه، این قانون فقط برای کسانی که افغان ها هستش، برای کسانی که در افغانستان هستن. پرونده کسانی دیگه ای که از ممالک دیگه به اون 203A3B خوردن که همون تروریستی هستش، پرونده رو از بین نمیبرن، پرونده رو نگه میدارن زنده تا ببینن که این رفت و برگشت هایی که دولت ایران با آمریکا داره به کجا میرسه. خیلی در مورد منده مثل که چی بکنم، یه 5-6 دقیقه اگر کسی بخواد تلفن بکنه من تلفن رو 5-6 دقیقه جواب میدم. در مورد منده مثل، منده مثل چیه؟ منده مثل اینه که شما اومدین مثلا تو کار ایمیگریشن من صحبت میکنم، در راهی دیگه هم میشه انجام، ولی من تو در مورد ایمیگریشن صحبت میکنم. یه نفر اومده از سالم، یه نفر اومده تقاضای ویزا کرده، آقای برای همسرش یه فرزند 6 سالش تقاضا کرده،
این بعد از یه مدتی که یو اس سی آی اس اپرووش کرده، پرونده رفته کنسولگری. کنسولگری این مثلا بگم اون موقعی که ویزا میگرفتن از ایرونی ها که میخواستن برن دبی، این اومده با یه عالم مکافات رفته در دبی، ویزا گرفته رفته اونجا، هزینه زیادی داده، دلار هم دیگه 76 نیستش، دلار 50,000 تومنه، اون موقع مثلا 50,000 تومن بود هزینه براش شده. دو مرتبه سه مرتبه رفته، هرچی که ایمیل زده به جای نرسیده، ما هرچی ایمیل زدیم به جای نرسیدیم. همش از که ما داریم بررسی میکنیم، بعدم بهتون ما بررسی میکنیم بررسی. بالاخره ما مجبور شدیم که بریم به فدرال گاورمنت. میریم به فدرال گاورمنت میگیم جاج، آقا یا خانم جاج، ما هر چی که ایمیگریشن گفته انجام دادیم. گفتن این فرمو پر کردیم، گفتیم چشم. گفتن این قبول بده، گفتیم چشم. گفتن این قصب کنم، گفتیم چشم. گفتن برو به ویزا بولتن نگاه کن به این نوبتت میشه، گفتیم چشم. بعد از این همه همین چیزا اپروف شده، نوبتم برای اینا رسیده. برای اینکه این آقایی که تقاضا کرده بوده مثلا بگم گرین کارت داشته، برای همسرش باید صبر کنه، مثلا یه مدتی صبر بکنه. سیتیزن آمریکا نیست که نباید صبر بکنه. ما همه این کار رو کردیم. پرونده هم یک سال نیم پیش اومده مصاحبه کرده. جاش به اینا دستور بدیم کار ما رو رسیدگی بکنم. یا پرونده بوده مال پناهندگی بوده که سالها اینا منتظر شدن که بیان برن با آفیسر صحبت بکنن. برای این در مورد اسالم، اولین کسی که جایی که یه نفر تقاضای اسالم میکنه اینه که میره پلوی یک آفیسر و اون آفیسر میاد به حساب تحقیق میکنه دربارش، علل یا علت اسالم، تقاضای اسالم اینو میخواد، بکراندش رو نگاه میکنه، همه چیزی که نگاه میکنه یا تصویبش کنه یا تصویبش نمیکنه. 5 سال صبر کرده، 6 سال صبر کرده که آفیسر صداش بکنه. و این به طور کلی برای خانواده خیلی سخت بوده. خب خوشبختانه همین اوایل هفته و روز چهارشنبه دو تا از این مال اون کسی که در کنسولگری بود، گفتی کنسولگری باید 3 روزه موقع جواب بده که آره یا نه تکلیف ما رو معلوم بکنه. البته از طرف کنسولگری تماس گرفتن، گفتن که مثلا 3 روزه کمی بیشتر وقت میخوایم، 120 روز وقت میخوایم. گفتم 120 روز too long و ما 60 روز من توافق دارم. اینا توی 60 روز اومدن و الحمدلله کارشون درست شد. مال اسالم اول هفته بود، دوشنبه بود، مثل این که این یه دختر خانمی که برش ما مندیمس فایل کرده بودیم تلفن زد، گفت آره یه چیزی برای من رسیده، اینقدر احساساتی هستم که نمیتونم قشنگ بخونم. گفتم برای من بفرستیم. برای اینکه معمولا نامه که میشه به آفیسا یه روز دیرتر میرسه، برای من رسیده. دیدم که اپروف شده و چهارشنبه هم مالی یه نفر دیگه اپروف شده بود. من دیست همه کار کرده. خیلی خوب، الان موقعی شده که یک سری چیزا، یک سری مردم که سالهای پیش گرین کارت گرفتن، سالهای پیش گرین کارت گرفتن، الان مثلا اون مدتشون سر اومده. مثلا بعضی موقع بودش که اون وقت اون گرین کارت ها 10 سال وقت داشتش، الان مثلا اومدن سال 9.5 و 10 اینا و میگن چیکار کنیم اگر که از این 10 بگذره، ما بخوام از مملکت خارج بشیم برگردیم، سر مرز border control جلومو میگیره، چیکار کنیم؟ میگن باید رینیوش بکنیم. رینیو کردنشو
از خارج نمیتونین انجام بدین، از داخل آمریکا باید انجام بدین. یعنی اگرم شده یه روز برگردین تو آمریکا تقاضا رو انجام بدین، بعدا اگه میخواد برین مسافرت بکنین دیگه اون دست خودتون هر کاری میخوان انجام بدین. چقدر طول میکشه؟ در حال حاضر خیلی طول میکشه تا بیان این گرین کارت جدید به شما بدن، ولی خب در این مدتی که میخوان گرین کارت جدید برای شما انجام بدن، الان من فهمیدم مثلا بعضی موقع میگن 2 سال طول میکشه. سر ایمیگریشن شلوغه، آفیسراشون کم هستن، باید صبر بکنین تا چی بشه، بیان اینجا تقاضاتون رو بکنین، مسافرت میخواین بکنین فاین مسافرتتون رو بکنین. من تلفن رو بودم. بفرمایید. سلام از کلام های دکتر. من آقای دکتر همیشه برنامه های شما رو میبینم، میخوام بگم که واقعا ایمان دارم به حرفاتون. خواهش میکنم. این بچه من که جز اون سربازانی بوده که از لیسانس بوده رفته در ایران سپاهی برای 2 سال، در البته به میدان جنگ نرفتن، به لباس سربازی نپوشیدن، فقط به عنوان یک فردی بودن که امور کار اداری میکردن. تمام برنامه هاشون آماده شده بود و بعد از 19 سال ما به ترکیه رفت بچه منو صحبت کرد، بعد گفتم که این قانون آقای رئیس جمهور نه جلوش نگرفته، و بعد شما فرمودید که برای رفع این شده. تا حالا هیچ اون سفارتخونه بچه منو نخواسته. خب خیلی متشکرم، برنامه رو تماشا میکنیم و امیدوارم که این برنامه اطلاع رسانی باشه که مردم آگاهی پیدا بکنن در مورد سپاه. ببینین همینجور که یه دقیقه پیش یا چند دقیقه پیش من صحبت کردم، آره کسانی که در سپاه خدمت کردن، به عنوان یک مثالی بزنم که ببینین که چقدره به یک نفر این قانون اذیت وارد کرده. آقای ایکس دکتره، استاد دانشگاه در ایران، 7-8 بار اومده آمریکا، برادر همسرش براش تقاضا کرده، تقاضاشون نوبتشون شده، اینا رفتن ویزا بگیرن، به همسرش و پسرش ویزا دادن، به این آقای دکتر که استاد دانشگاه هست. خب یکم توضیح بدم در این مورد کار این آقای دکتر. اون موقعی من خودم در ایران موقعی که کار میکردم بارها شدش کسانی بودش که تحصیلات داشتن خدمت نظامشون بکنن، میومدن میرفتن اون بیسیک ترنینگ و 2 ماه اول رو میرن اونجا، میرفتن اونجا و تعلیمات چون میدن، بعد میومدن تو اداره ما که اداره مهندسی بود، به حساب سازمان ایران الکترونیک اندستری بود، صنایع الکترونیکس بود در ایران، با ما کار میکرد، سر خدمت چون میتونم شد میرفتن، یا کسی که دکتر بود میرسن بیمارستان، یا کسی استاد بود میرسن. آقا این آقا اومده کمتر از 3 ماه اومده خدمت نظام، تقصیر خودش هم نبوده، تو صف که موقع خواستن اینا رو بفرستن گفتن تو میری مثلا اینجا، تو میری اینجا، تو میری اینجا، تو میری اینجا، و این به این آقا گفتن تو میری سپاه. این اگه میخواست بگه من سپاه نمیرم که یه مشکل پیدا میکرد با دولت، چرا سپاه نمیری؟ من مملکت سپاهی ها دارم میگردنش، تو نمیخوای بری اونجا. خب پس بنابراین مجبور اینو اطاعت بکنه، دستور دولت بوده. بعد میره اون یه چند هفته رو خدمت نظام انجام میده، خدمت تو سپاه بیسیک ترینینگ رو انجام میده، بعد میره استاد دانشگاه میشه برای 2 سال خورده ای. حالا اومده ویزا بگیره بهش میگن تروریستی، میگم آقای ده مرتبه اومده آمریکا، یه مرتبه تحصیلاتش آمریکا کرده، زن و بچهش اومدن اینجا. مسئله پسر شما همینه، این پسر شما بعضی تحصیلات چه گرفته
اومده رفته اونجا مجبور خدمت نظام بکنه. اگه خدمت نظام نمیکرد مثلا بگم شاید ادارات استخدامش نمیکردن، پاسپورت نشته میدن، هزار مشکل داشت. در اینجا اینجا الان دیگه اینجوری نیست، قبلا بودش، ولی اینجا اگر اون موقعی که درافت بودش یعنی همه رو دولت میخواستشون داوطلبانه نبود، اگر تو خدمت نظام نمیرفتی شاید دراویز لایسنس هم نمیتونستی بگیری. پسر شما الان این گیر افتاده. اگر میگم من سپاه نمیرم یه جوری مشکل پیدا میکرد، الان که سپاه رفته اومده مثلا بخواد ویزا بگیره بیاد پرود پدر مادرش سیزن اومدن سالها سب کردن که نوبت این برسه، حالا که رفته اونجا انگ تروریست رو بشتدم. اینو اصلا من کسانی دارم پزشک بوده یا مثلا مهندس کشاورزی بود یه نفر که مصدی فضای سبز در پادگان ها بوده. متاسفانه الان پرونده های اینا بازه تا ببینن که این صحبت های زیر میزیشون که رو میز میشه و با هم دیگه صحبت میکنن، که اینجوری که میگن صحبت میکنن هر صبح یه چیز آدم میشنم به برزاری، که متاسفانه من جوابی ندارم که بگم در حال حاضر پسر شما بهش ویزا صادر نمی کنم. اوکی؟ بعد این از حرف من اینه که امثال شما واقعا انسانهای دلسوز فالو اپ کنید. خانم فلوسی گفته که من این کار انجام میدم و نکرد، نمایندشون گفته این کار میکنم که نکردم. خانم نانسی فلوسی هر زیاد ایرانی هستید و یه دکتر قابل اطمینان. من بگم اینو دنبال دارم میکنم برای اینکه چندین کسانی دارم که اسمشون رو نوشتم همه رو، ولی مثلا برای این آقای دکتر و پزشک من بارها مکاتبه کردم، بارها نوشتم، الانم بازم دارم دنبال میکنم. آخرین چیزی که به من صحبت کردن اینه که پرونده ها باز میمونه تا ببینیم که این جریان سپاه چی میشه. ما یک کاری کردیم به قول یه آمریکایی در سال 1900 در سالی که شورش شد در ایران و حکومت عوض شد، گفت ایرانی ها دست جمعی خودکشی کردن. اوکی؟ روزتون بخیر. روز خیلی ممنون. به هر حال ما امیدواریم، حتما به امید خدا به جایی برسیم. امیدوارم یه روز اعلام بکنید که واقعا مشکل حل شد. به امید خدا. خدا بفهمی. سلام آقای دکتر، روزتون بخیر. درود بر شما. از کجا زنگ میزنی؟ من برعکس همه کسایی که میخوان دنبال ویزا گرفتن هستن، من سوالم این است که چطور میشه جلوی یک نفر رو که بسیار آدم ابیوسیف و دامستیک وایلنس داره و میخواد بیاد امریکا دنبال گرفتن ویزاش هست، چطور میشه جلوی ویزای این شخص رو گرفت؟ ببینین امکانش وجود داره؟ حتما وجود داره، ولی برای این آدم باید دیتیل رو بدونه. اولا یه چیزی من میخوام بگم که کسانی که تو این مملکت هستن، بگم الان بهتون که چی بودش، یه ده خارج میشم بعد برمیگردم به صحبت، چون اینو میخواستم من گذاشته بودم صحبت بکنم و اون این بودش که یک نفری به نام پوجن که مال موریتانیا هستش، این 40 سال در آمریکا کار میکرده، گرین کارت داشته، بعدن این رو اومده گاورمنت اخراجش خواسته بکنه، شکایت کردن، گفتن این چون اکسسری افتر دی فکت. ببین اکسسری یعنی چی؟ یک کرایمی اتفاق میفته، یه نفر میکشه مثلا، بگم قبل از اینکه این اتفاق بیفته من میرم یه اسلحه دوزی از یه جا پیدا میکنم به این میدم، این اکسسری بیفور دی فکت هستش.
یکی بعضی که آدم میره میکشه، من میام تو خونه بهش پناه میدم، یا اطلاعاتی که دارم به پلیس، به اعلامیه پلیس جواب میدم. این اکسسری افتر دی فکت هست. این آقا 40 سال گرین کارت داشته، اکسسری بیفور اکسسری افتر دی فکت داشته، یعنی مثلا نمیدونم دیتیلشو نمیدونم، در ایالت ویرجینیا بوده، این اومده بعد از اینکه اون شخص کرایم رو انجام داده، این بهش سپورتش کرده، قایمش کرده، پول بهش داده که از مثلا از دست قانون فرار بکنه. این رو بعد از 40 سال که گرین کارت داشته اخراجش کردن. من میخوام بگم که اگر که احیانا یک همچین چیزایی هست انجام ندین، حتی اگر عزیزتونم باشه برای همه تون اتفاق بد ممکنه بیفته. حالا برگردم به سوال. حالا حضرت میخوام به سوال شما حالا جواب میدم. سوال من در مورد اینه که از ایران یکی میخواد بیاد امریکا، برعکس این موضوعه، و این شخص بسیار کریمیناله و همسر مریضش رو خیلی آزار و اذیت داده، کتک زده، و ایشون مدارک داره، یعنی رفته پیش پلیس، ولی گفتم باید اویدنس داشته باشه. این آقا میخواد بیاد امریکا چون برادرش، مادر و پدرش اینجا هن، و میخواد بیاد اینجا از طریق وکالت همسرش رو طلاق بده. ولی چرا تو ایران طلاق نمیده؟ به خاطر اینکه میخواد ویزا بگیره، میخواد بگی من همسرم تو ایران مریضه و میخوام ویزا بگیرم برم اونجا پدر مادرم ببینم برگردم، و ایشون میخوام ببینیم که آیا میتونیم از طریقی جلوی گرفتن ویزای این شخص رو بگیریم که نتونه بیاد امریکا. والا چطوری؟ آره، و من میخوام بگم که تنها کسی که میتونه این شکایت رو بکنه، بله، خانم ایشون هستن. بله. من روی ایر نمیتونم در این مورد با شما صحبت بکنم. بله. برای اینکه باید اطلاعات بیشتری بگیرم، و امیدوارم که این مسئله یه جوری حل بشه. به فرض اینکه الان، حالا بگیم اگر به فرض اینکه این خانومش ورداره، به فرض اینکه این خانومش ورداره یه نامه مثلا برای کنسولگری بفرسته، به هر صدا کنسولگری ها، که من وضعیتم اینجوریه، خب جلوی این آدم رو میگیره، ولی زندگیشون چی میشه؟ زندگیشون بدتر میشه. نه باز... خب این خانم واقعا میخواد جدا بشه از این شخص. خب جدا بشه، بذاری بیا گمش عبور کنه، نهریه و ایناشو بهش بده. به خاطر اینه، برای اینکه اون خانم شدیدن سرطان داره، مریض، و نیاز داره به این که بتونه زندگی بکنه. به خاطر اینه، مثل اینکه فکر میکنم برای شما یه ایمیلی زده باشن. حالا چشم، من خدمت شما زنگ میزنم بعد از این تعطیلات، با شما صحبت میکنم. برای بعد از این تعطیلات هم نمیخواد باشه. از کجا زنگ میزنی شما؟ من از همین کانتی ریوسای هستم. کجا؟ از کالیفرنیا. کالیفرنیا. شما بعد از ساعت 9:30 به من زنگ بزن، من بهتون راهنمایی بکنم، ببینم چیکار بکنیم چیکار نکنیم. برای که متشکرم از لطفتون. خواهش می‌کنم. روزتون بخیر. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. بفرمایید. الو. الو. الو، سلام آقای دکتر. درود بر شما، بفرمایید. قربان، من از ایران زنگ میزنم آقای دکتر. گرین کارتی داشتم 10 سالش تموم شده بود، بعد یک نامه دادم، من یک سال آمدم آمریکا، مجددا رفتم عکس برداری، انگشت نگاری اینا، تقریبا 20 ماهه ولی هنوز گرین کارتی به من جواب ندادم، باید چه بکنم؟ ببین الان خیلی طول میکشه. من فکر کنم یه 2-3 هفته پیش یا یه ماه پیش تو برنامه گفتم برای یه چیزایی هستش که اولا یک، الان شما از اینکه تقاضا کردین چند وقت پیش تقاضا کردین؟
در من 20 ماه میشه آقای دکتر، برج 8 دو سال گذشته من 20 ماه حدودا. بذار من یه قوری بهت بزنم. اوکی؟ بله. بارها بارها من گفتم این کار کی برات انجام داده؟ یه دخترم آمریکا هست. دخترت کارش چیه؟ پزشکشان دکتر خون و سرطان فوق تخصص. بهش بگو بره خون و سرطان انجام بده، از این کارا نکنه دیگه. خب اوکی. و قولم رو زدم حالا جوابتو بدم. ببین شما موقعی تقاضا کردین اگر که صحبت کرده بودی، مثلا حتی مثل تلفن به من صحبت میکردی، بهت میگفتم برو تو یو اس سی آی اس بذار پاسپورتتو مهر بزنن. الان احتمال اینکه شما برگردی سر مرز جلوتو بگیرن هستش. بله من نمیتونم بیام. درسته. بله. آره. رون حساب یه اشتباهی شده و با تمام احترامی که من برای دخترتون دارم که در این رشته بی نهایت ادوانسی داره کار میکنه و کار خودشم خیلی قشنگ میدونه، ولی خب این رو باید تذکر میداد اگر که نمیتونست، برای که کارش این نبوده. اگر شما 5 دقیقه به من تلفن میکردی بهت میگفتی چی کار بکن، میگفتم آقا جون میری توی سایت یو اس سی آی اس وقت میگیری 5 دقیقه میری اونجا میگی من میخوام برم ایران و اینم پاسپورتم مهر بزنی که من یه سال دیگه نه. الان دکتر آره. خب میگم ببین بعضی موقع من اکثرا به همه میگم آقا جون از همسایه و نمیدونم فلان و فلان اینا صحبت نکنید. اگر شما مثلا من بهت بگم دختر شما متخصص در چیه؟ در خونه و آنکولوژی سرطانه. درسته. آیا دندون تعمیر میکنه؟ نه خیلی نه دیگه. بهش بگو این میگیره شمس دیگه نکنه این کار رو. نه اوکی؟ نه من فکر کنم که حالا زنگ بزن بعدا ببینم که آیا راهی هستش که برات که من میگم که دخترم تلفنی شما آفیس رو بدم آقا دکتر یا استودیو رو بدم باش ما تماس بگیریم. اون شماره 337-7900 زنگ که بزنی اون هم اون شماره زنگ میخوره، هم سلفون من جواب میده. خوشحال میشم باهاشون صحبت کنم، قرارم هم بهش میزنم بگم ببینیم راه دیگه داریم پیدا کنیم یا نه. خیلی ممنون آقا دکتر. من از مشهد زنگ میزنم نایب زیارت هستیم اینجا قربان. زیارت خیلی ممنون و متشکر هستم، ولی من یه ایرانی هستم. آقای دکتر به من به میدن دیگه، حالا اگه دیر بشه سخت و سوش که نداره. آقای دکتر احتمال داره من اینو میخوام نگاه کنم، چون به همچین کیسی تا حالا بر نخورده بودم. برای اینکه به هر کی گفتم گفتم صاف میدونی اونجا این کارو میکنی، به اینی که یه نفر دو سال نیمه الان گفتی دو سال نیمدی یه سال نیمه نیمدی آره؟ بله درم بیش مام شه. بعد بله چیزه بذار من اینو نیاز من هفته دیگه به جواب میدم. هفته دیگه تلویزیون یا دختر خانم میتونه، اگه خانم دکتر اگه زنگ زدن خوشحال میشم باشون صحبت کنم. آره چشم میگم تماس بگیرم هفته آكی. دیگه میگم تماس بگیرم. من خودم اینجا خودم همیشه زیارت به روح شهدای اون مملکت که در راه ایران جنگ کردن همیشه برای اونا دعا میکنم. قربان شما. منم نظامی بودم آقای دکتر، بازنشست شدم، حالا بالاخره وظیفه ما آدمی رو آب و خاک انجام دادیم، صادقانه خدمت کردم. منم خدمت نظام بودم و البته من تو نیرو هوایی بودم، شما ارتش هستید. من تو شهربانی بودم. شهربانی بودم. خیلی خوب خیلی خوب. ممنون برای خدمتی که به اون مملکت کردی. قربان برم. من بعد دخترم میگم با شما تماس میگیرم. حتما خوشحال میشم باهاشون صحبت کنم. بله یک شنبه دیگه میگم تماس میگیرم. آره اوکی. یا یک شنبه دیگه یا بعدا هر موقع زنگ بزنه اینا من باهاشون چیکار کنم. خیلی خوب. من روز شبتون بخیر. صحبت دیگه میخواستم بکنم اینه که قربان خیلی ممنون خدا. الان کسی دیگه بودی
در مورد متاسفانه بگم کار ایمیگریشن یه خوبیایی داره یه بدیایی داره. خوبیاش اینه که بدیاش اینه که تو کمک میکنی یه عده که خیلی میتونن کمک به مملکت بکنن، ولی در اونجا شانسی ندارن، بلند میشن میان بیرون. به عنوان مثال مثلا بگم همین آقای فیروز نایدهی که متاسفانه چند وقت پیش فوت شد، اگر این ایران میموند، اومد ایران، بعض این که تحصیلاتش تمام شد اومد ایران، یه دو سالی هم صحبت خدمت کرد، بعد از این که این به حساب شورش در ایران به وجود اومد و حکومت رو عوض کردن، این دیگه دید اپورتونیتی هست. شما تجسم کنین این آدم که اینجا به حساب پروژه مارس رو بهش دادن، اگر اونجا میومد با یه آخوندی میخواست رشت ریاست بکنه، راه صحبتی نداشتن با هم، کامونیکیت نمیتونستن بکنن. از این طرف کار ایمیگریشن خوبه برای کسانی که اپورتونیتی در یه مملکتی ندارن، بهشون کنن. از یه طرف بده، برای اینکه میگه که تمام زبده های مملکت رو میاریم بیرون، دیگه چیزی در اون مملکت نمونه. بذار من تلفن رو جواب بدم. بفرمایید. سلام، خسته نباشید دکتر. درود بر شما، بفرمایید. جناب دکتر، من منتظر بودم که ما دستور فرمودید که گواهی پیدا بکن. من هر کاری کردم نتونستم. دکتری که به من رفت داشتن از جایی رفتن دیگه، من دسترسی بهشون نداشتم. گفتن الان صحبته امروزتون که یه سری چیزه اطلاعات جدیدم بود، گفتم دیگه باسی صحبت کنم ببینم یه چیزی بچه ها نمیدونم کجا پیدا. گفتم تو ایمیل توی گوگل زدن که اصلا توی چیزا توی سفارت ها همه ایرانی ها رو بستن، فقط ممیده دارن کار افغانی ها رو انجام میدن. گفتم شما اطلاعی از این دارین؟ تو گوگل چیزی پیدا کردین دیدین یا نه؟ نمیدونم این اطلاعی خبر چیه. مگه کنسولگری ها میتونن این کار رو بکنن؟ تا مگر اینکه اینجا یا رئیس جمهور مثل زمان آقای ترامپ که گفتن که ترابل بن انجام بدن، یه اگزیکیتیو اوردر باید صادر بشه. کنسولگری ها که اصلا بنده اگر که برادر من بخواد بیاد آمریکا و توی کنسولگری بشکن به چیزه، یکی مشکل به گاورمنت خواهم داشت، شکایت میکنم ازشون. نه، من همچی چیزی که به ایرانی ها ویزا میدن تا امروز نشنیدم، اصلا این حقیقت نداره. تا اونجایی که من میدونم حقیقت نداره. بله شد بله 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 نه 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 اون مسئله دیگه است. اون مسئله است که من صحبت کردم در مورد سپاهه. من برنامه‌ام تموم شد. روز و روزگار شما خوش. تا هفته دیگه شاد و سلامت باشید. دکتر ایرج ناصریان، وکیل رسمی امور مهاجرت در ایالت کالیفرنیا، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های BIA در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبانان در سراسر جهان. در دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان، امور مربوط به اخذ ویزاهای کار، دانشجویی، اقامت دائم و گرین کارت، تبعیت و همه موارد قانونی مهاجرت به ویژه جلوگیری از اخراج موکلین با دقت پیگیری و تا گرفتن نتیجه مطلوب انجام می شود. برای انجام کارهای مهاجرتی خود با اطمینان با دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان تماس بگیرید. تلفن های تماس 855-947-7900 و یا 310-337-7900 و یا ارتباط از طریق وبسایت www.lyingcal.com.